سلام بچه ها، چطوری؟ حال چطور؟ خوش اومدید به یه ویدیوی ترسناک دیگر چنل کامسوبوی. کامیار هستم. امروز اومدیم سری فیلم های احزار رو بهتون معرفی کنیم. 10 تا فیلمه که 8 تاش اومده، 2 تاش هنوز نیومده. و قبل از هر چیزی احتمالا نظرتون سر این جلب شده، نمیدونم درست گفتم جلب شده یا نه، آره جلب شده، این نورم حقیقت خراب شده، اینو گذاشتم یه صورتمو واضح‌تر نشون بده و واقعا هم فکر نمی‌کردم اینقدر تاثیرگذار بشه. نگاه کنید قشنگ میشه تشخیص داد جذابیتو. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن رو بلمسایید، بریم سراغ ویدیو. لتس گو. بریم واسه اولین فیلم. فیلم شماره 1، احضار. داستان در مورد یه پدریه که برای فراهم کردن آرامش خانوادهش یه خونه داخل جنگل خریداری میکنه، بیخبر از اینکه اون خونه نفرین شده است و توسط یه شیطان تسخیر شده. فیلم به کارگردانی جیمز زن در سال 2013 ساخته شده. بودجه اولیه فیلم 20 میلیون دلار بوده، فروشش 320 میلیون دلار. علاوه بر این که راه رو هم هموار کرده بوده برای سری فیلم های احضار، خیلی موفقیت بزرگی بوده. فیلم شماره 2، آنابل. داستان در مورد یه زن و شوهری که دارن بچه دار میشن و مرد برای کادو به همسرش یه عروسک از عروسک فروشی میخره، بیخبر از این که اون عروسک عروسک معمولی نیست و شیطان درون اون رخنه کرده. کارگردان این فیلم جان لئونتیه که در سال 2014 این فیلم منتشر شد. فیلم من فوق العاده است، بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. فیلم شماره 3، احضار 2. داستان در مورد یه خانواده فقیر نشین داخل انگلیسن که به سختی دارن زندگیشون میچرخونن و یکی از دخترای این خانواده تصمیم میگیره با وسیله‌ای که برای احضار روح استفاده میشده بازی کنه و اجازه میده که شیطان وارد خونشون بشه. این فیلم من به کارگردانی جیمز وان در سال 2016 منتشر شد. بودجه اولیه این فیلم 40 میلیون دلار و فروش اون 321 میلیون دلار، مثل نسخه اولش. این فیلم هم خیلی پیشنهاد میکنم بهتون. من بخوام یه فیلم از این سری فیلم ها انتخاب کنم، قطعا احضار 2 رو انتخاب میکنم، چون هم داستان جذابی داره، هم فوق العاده ترسش بالاست. فیلم شماره 4، آنابل آفرینش. این داستان شماره 2 آنابل برمیگرده به چندین سال قبل از داستان شماره 1ش، موقعی که آنابل به وجود میاد. داستان در مورد یه خانواده روستانشینن که پدر خانواده با ساخت عروسک زندگیشون میچرخونه و یه دختر 5 ساله دارن. یه روز توی جاده ماشینشون خراب میشه و موقع تعمیر بچه‌شون از ماشین پیاده میشه، عروسکش میفته وسط جاده، میره که عروسکش رو برداره، بیخبر از این که یه کامیون بهش نزدیک میشه. چند سال از این قضیه میگذره و پدر مادرش نمیتونن مرگ این بچه رو قبول کنن و دست به کار شیطانی میزنن. اونها از شیطان میخوان که روح بچه رو وارد کالبد عروسک کنه تا بتونه با اونا ارتباط بگیره، بیخبر از این که روح بچه وارد بدن عروسک نمیشه و جاش یه روح شیطانی میادش. کارگردان این فیلم دیوید سمبرگه که تو سال 2017 این فیلم منتشر شد. بودجه اولیش 15 میلیون دلار بود که تونست 306 میلیون دلار فروش کنه و این یعنی فوق العاده. این فیلم هم شدیداً پیشنهاد میشه اگه دنباله ترس خیلی بالا هستین اینو ببینید. فیلم شماره 5، راهبه. یکی از ترسناک ترین شخصیت های این سری فیلم ها، یعنی کلن فیلم های ترسناکه. حالا من راجع به فیلم های ترسناک یه ویدیو ساختم که براتون اینجا میذار، یا اینجا یا حالا اینجا، یادم نیستش کجا میفته، ولی واسه تو میذارم. اگه دوست داشتی حتما بریم ببینید. 10 تا از ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ رو واسه تون گذاشتم، حتما یه سر بهش بزن. بریم سراغ فیلم. فکر کنم خیلی حرف زدم. داستان فیلم در مورد یه سومه‌ایه که یه دروازه‌ای رو به جهنم داخل اون بازه. برای همین افراد داخل کلیسا اونجا مستقر شدن که نذارن شیطان وارد دنیای انسان ها بشه. سالها میگذره و شایعاتی مبنی بر وجود شیطان داخل اون سومه بین مردم پخش میشه. بعد از یه مدت خودکشی یکی از راهبه ها داخل اون سومه به این شایعات دامن میزنه. واتیکان 2 نفر رو میفرسته به اون سومه که ازشون بپرسن اونجا چه خبر و چی کار دارن میکنن و شیطان چیه قضیه شو اینجا داستانا، بی خبر از اینکه هیچ کس اونجا نیست.
لاقل دیگه نیست. این فیلم به کارگردانی کورین هاردی در سال 2018 منتشر شد. بودجه اولیه فیلم 22 میلیون دلار بود و با فروش موفق 356 میلیون دلار یکی از بهترین فیلم‌های سری احصار بود. فیلم شماره 6 نفرین لیورونا. این فیلم یه مقدار داستانش فرق داره نسبت، یعنی مرتبط نیست با اون فیلم‌های دیگه، ولی این فیلم هم فوق‌العاده است، من خیلی دوستش دارم. داستان در مورد مادریه که دو تا بچه خودش رو از روی خشم داخل آب رودخونه غرق میکنه و بعد از کشتن اونا متوجه میشه که چیکار کرده و بعد داخل همون آب خودکشی میکنه. بعد از مرگش به شکلی نفرین در میاد و بچه هایی که سر راهش باشن رو میکشه. این فیلم هم به کارگردانی مایکل چاوس سال 2019 ساخته شد. بودجه این فیلم 9 میلیون دلار بود که با فروش 123 میلیون دلاری به کار خودش خاتمه داد. فیلم شماره 7 آنابل به خانه می آید. اگه فیلم 1001 دیده باشی متوجه میشی که عروسک آنابل بعد از اینکه از اون داستانو خلاص کردن، داستان آنابل یک نمیخوام اسپویل کنم براتون، به دست دو تا دختر میفته که پرستارم هستن و اون دو تا دختر متوجه میشه که عروسک شیطانیو به اد و لورن وارن پناه میبرن. اد و لورن وارن برای که بتونن شیطانو مهار کنن عروسک رو به خانه خودشون میبرن و داخل یه محفظه محفوظ میکنن. چی گفتم؟ محفظه محفوظ میکنه. ولی جالب بود خدا وکیل، اگه حال کردین لایک رو بزنید. آره خلاصه به خونه میارن و ماجراهای اون شیطان که میخواد از داخل اون قفس فرار کنه. این فیلمو گری داورمن تو سال 2019 ساخت که با بودجه 30 میلیون دلاری و فروش 231 میلیون دلاری به نظر من نتونست مثل دوتا قسمت قبلش باشه، ولی خب فروشش هم زیاد بود دیگه. حقیقتاً من این آنابل رو زیاد حال نکردم، ولی آنابل یک و دو فوق‌العاده است. وقتی یه سری فیلم ساخته میشه یه سریش خوب در میادش بد در میاد دیگه، این یکی از اوناییه که نسبتاً خوب در نیومد، ولی خب بازم پیشنهاد میکنم ببینید، ارزش دیدن داره. میریم سراغ آخرین فیلمی که ساخته شده تا الان، فیلم احضار شیطان من رو مجبور کرد. اول فیلمشون دی که اد و لورن وارن برای جنگیری یه بچه اومدن و میخوان شیطان از بدن این بچه بیرون بکشن. شیطان موقع جنگیری به ادوارد یه آسیب خیلی جدی میزنه و لورن وارن رو بیهوش میکنه. ادوارد که در حال بیهوش شدن بوده متوجه میشه که شیطان از بدن اون بچه به بدن یکی دیگه از اعضای خانواده منتقل شده و بعد از اون بیهوش میشه و به کما میره. لورن وارن بعد از که بلند میشه فکر میکنه که شیطان از بین رفته و دیگه خبری ازش نیست، بی خبر از اینکه شیطان به یه نفر دیگه منتقل شده و تنها کسی که شاهد این موضوع بوده کسیه که الان داخل کماست و معلوم نیست که به هوش بیاد. این فیلم هم به کارگردانی مایکل چاوس تو سال 2021 ساخته شد. با بودجه 39 میلیون دلاری شروع به کار کرد و با فروش به نظر من فوق ضعیف 116 میلیون دلاری نسبت به دو نسخه قبل، به نظر من عمر خیلی ضعیف رو به جا آورد. این فیلم هم مثل آنابل به خانه برمیگردد و تا حدودی نفرین لایرونا نتونست انتظار رو برآورده کنه و فکر میکنم عمر ضعیفی هم داشت، لاقل من اینطوری حس کردم. میریم سراغ دوتا فیلمی که هنوز ساخته نشدن و قرار ساخته شن و هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست الان. اولی راهبه، دومی مرد کجکوله. راهبه که فوق‌العاده است، فکر میکنم راهبه دو هم عالی باشه. با توجه به اینکه میگن کارگردان راهبه دو هم کورین هاردیه، به نظر من خیلی میتونه خوب در بیاره، چون تو تجربه اولش خیلی خوب نشون داد. و فیلم شماره 10 مرد کجکوله که اگه احضار دو رو ببینید کاملا با شخصیتش آشنا میشید و میدونین چه شخصیت ترسناکیه و چه کارهایی از دست کارگردان فیلم میتونه بر بیاد. خب بچه ها این بود ویدیو ترسناک ما. اگه خوشتون من حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن رو بلمسایید و اینستاگرام ما که این بالا براتون میاد اونم فالو کنید. هر ویدیو جدیدی بذارم یا استریم کنم اونجا تلرسانی میکنم، پس حتما فالو کنید که از اخبار عقب نمونید. بازم دمتون گرم که تا اینجا ویدیو ما رو دیدید. مرغ به خودتون و خوبیاتون باشه، دوستتون دارم خیلی زیاد. آدیوس گایز.